مریم رحمتی همکارم از محل برگزاری این تجمع ما رو همراهی میکنه تا جزئیات بیشتر رو برای ما بگه. مریم پریسا، ما فعلا در کلمبوس سرکل هستیم، جایی که صدها ایرانی مقیم نیویورک و ایالت‌های همجوار به یاد قربانیان پرواز PS752 جمع شدند. قرار از اینجا معترضین راه پیمایی بکنن به سمت موزه متروپولیتن نیویورک، یکی از بزرگترین موزه های آمریکا و جهان، و قرار هست اونجا یک فیلم 7 دقیقه‌ای، حدوداً 7 دقیقه‌ای پخش بشه در مورد حادثه غم‌انگیز سرنگونی پرواز اوکراینی، و بعد از اون معترضین در مقابل خانه سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، جمع خواهند شد و شعار خواهند داد. من با برگزار کنندگان این برنامه صحبت کردم و خواسته اصلی معترضین و برگزار کنندگان بیرون کردن دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل و کشورهای جهانی هستش. معترضینی که امروز اینجا جمع شدن عکس هایی از قربانیان پرواز PS752 رو در دست دارن که قرار هست عکس های 176 جان باخته قربانی این پرواز جلوی در خونه سعید ایروانی گذاشته بشه و شعار سر بدن، خشم خودشون رو فریاد بزنن، به یاد بیارن کسانی که جون خودشون رو از دست دادن توسط موشک‌های جمهوری اسلامی ایران که به این پرواز شلیک شد. همینطور قرار هست این معترضین دادخواهی بکنن برای کسانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن. معترضین و جوانانی که این روزها داریم می‌بینیم جمهوری اسلامی داره اونا رو به ناحق اعدام می‌کنه. کلاً جو بسیار غم‌انگیز و ناراحت کننده ای هست، ولی اینجا میشه امید رو هم در چشم مردم دید. پریسا، میگن تا لحظه ای که ایران آزاد نشه، مردم ایران آزاد نشه، نه معترضین داخل ایران نه معترضین خارج از ایران ساکت خواهند نشست و به دادخواهی ادامه خواهند داد و صدای خواهند بود برای مردم داخل ایران در سطح جامعه بین‌المللی و کلن سیاستمداران آمریکایی اینجا در آمریکا. مریم، به امید در میان مردم اشاره کردی، اما اون چیز دیگه هم که دیده میشه و شنیده میشه در شعارها مخصوصا خشم مردم هست، مخصوصا از اعدامهای اخیری که انجام شده. به هر حال این مراسم به نوعی فقط مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی نیست، متصل شده به خیزش انقلابی ایرانیان که در 4 ماه گذشته هم ادامه داشته. اگر با افرادی که اونجا هستن صحبت کردی، اگر با برگزار کنندگان صحبت کردی، چه میگفتن؟ خواسته اصلیشون سرنگونی جمهوری اسلامی هست. خشمی که دارن از رهبر و سپاه و نیروهای سرکوب در ایران هست و همین خشم رو دارن تبدیل میکنن به یک قدرت بسیار بزرگ که بتونن صدای خودشون رو به گوش جهانیان برسونن، بتونن کمک بکنن به مردم داخل ایران که به خواستهشون برسن، خواسته ای که همون آزادی مردم ایران هست، همون آزادی که سالهاست مردم دارن براش مبارزه میکنن، آزادی زنان ایران هست، عدالت برای مهسا و مهساهای دیگری که در ایران در سالهای گذشته و در جریان 3 ماه گذشته کشته شدن. از امید باید بگم اینکه مردم میگن این اعتراضات، این انقلاب مردمی بالاخره نتیجه خواهد داد و همین خشم رو به امید دارن تبدیل میکنن پریسا، و همین نکته بسیار برجسته این اعتراضات در داخل و خارج از ایران هست. مریم رحمتی همکارم که از نیویورک با ما همراهی میکردی، حتما ما در ادامه شب برمیگردیم تا توضیحات بیشتری رو از تو بشنویم.